شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر، در قم مثلا، داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفحه انتخابات وایسین، تو صفحه رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره، بلافاصله شروع کردن به گفتن، هی تاکید کردن، هی تاکید کردن. مردم خب آمدن پای صندوق‌ها. دیدید شما تو تلویزیون، بیرون هم هر جا رفتید رأی دادید حتما دیدید اجتماع مردم را. شایعات فراوان فضای مجازی در خصوص ویروس کرونا و اینطور مسائل باعث نشده بود تا خیلی از کاسب‌ها دست از کارشون بکشن یا مردم نرن و خرید نکنن و کاراشون رو انجام ندن. بازار اومدیم خرید بکنیم برای عید. شاید خیلی اوکی، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده. تاثیر این شایعات قرار نگرفت. نه خب حالا آخه اینجوری چه دیگه، فکر کنم این فشار روانی و اون فضای عصبی بدتر از اصل خود کرونا است فکر کنم. آره. حالا 4 تا اس ام اس برام اومدید که پلیس را قم تهران بسته است. الان که ما داریم میریم تهران همه چیزم آماده. متاسفانه حجم مواد خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونایی هستن که باید شسته بشن. اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید. این فرد مورد نظر پس از اینکه این کلیپ پخش شد توسط دادستانی، دستور دادستان محترم، دستگیر شدن امروز. می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. دلتا کرونا همان کرونای هندی است که جدی گرفته نشد و حالا آمار مبتلایان را در مشهد به شکلی خطرناک افزایش داده است. وضعیت تخت‌های بیمارستان خب به سرعت در حال تکمیل شدن هست. مریضا ورودشون به بیمارستان سرعت پیدا کرده. متاسفانه در حوزه درمان الان به وضعیت بحران رسیدیم. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخانه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. من خواهش میکنم بیام این بیمارستان نگاه کنن یک بار. دیروز که من آقامو بردن 5 تا گفت بردن دیشب جنازه از اینجا. در مشهد آمارها حکایت از آن دارد که روزانه بیش از 4500 نفر به صورت سرپایی مراجعه میکنند. نسبت به مراجعات ما توی پیک پنجم 3-4 برابر شده. آقای خامنه‌ای از این مملکت برو، مردم از تو خسته شدن، مردم از شما خسته شدن، از بس گند و کثافت زدید بر این مملکت. و تاریخ این سرزمین پاک از تو به عنوان کسی که مردمان این سرزمین رو کشت نام میبره. اگر غیرت داشته باشی باید بمیری، ولی نداری. این از وضع بابوز مردم تو خیابون سرم وز کردن. شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین، شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. در روز تشییع پدر من تمام مانیتورهای بیش زهرا خاموش بود. ما میفهمیم چرا، چون آمارایی که شما میدین دروغه. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب بهشون تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم. ما آماده ایم که کمک کارشناسی بکنیم، آماده ایم کمک تجهیزاتی بکنیم. امروز ما داریم ونتیلاتور صادر میکنیم، ما امروز داریم داروهای ضد ویروسی که برای مریضا شما دارید مصرف میکنید و کم ندارید صادر هم آماده ایم بکنیم. ای خدا، ای خدا، به کی بگم؟ به کی بگم؟ هرچی توی اتاق بدا میکردم، میگفتم اکسیژن بیار برای بچم، پس کن، کسی نمیکرد. مریض شده یه دارو میخوام، برمیگردم به من میگن که پرستارا هیچ اولویتی ندارن. پرستارایی که داریم واسه کرونا کار میکنیم در جریان باشین، هیچ احدی برای شما ارزش قائل نیستن. هر چی میگن دروغه. این رسما اینا دروغ میگن بهتون. این جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی چه دارن با این ملت میکنن؟ مرد بر مسئولین فاسد نظام. ما اومدیم مسیح دانش علی، ببین تو محوطه بازه، ببین توی محوطه باز مریضا هم پیوستری. جناب آقای خامنه‌ای، حواستون به خودتون باشه، مواظب باشید، اون روزها نزدیکه، زمانی که صدام رو از دخمه ها کشیدند بیرون. اگر آمریکایی ها کشیدند، مردم شما را از دخمه ها خواهند کشید. روزگاری باشی که مثل قذافی التماس کنید، بگید شما فرزندان من هستید و هر تکه گوشتتون دست یک نفر باشه.